همون شد که من یه رقص تقریبا گذاشتم که نشه. خیلی ترسیده بودم، یه زیادی از خونه بیرون نمیام، ترس داشتم، وحشت داشتم، تو خونه هم تو خودم رو کامل مخفی کرده بودم، هی با خودم لعنت می‌زدم. سلام دوستان، روزی تازه و با برنامه جدید در خدمت شما هستیم. در این برنامه شاهد زندگی دوست عزیزی خواهیم بود که سرتاسر زندگیشو صرف مهمونی رفتن و مهمونی‌های شبانه و خوشگذرانی‌هایی که بخواد شادی پیدا کنه، ولی هیچ وقت این شادی و آرامشو پیدا نکرد تا وقتی که عیسی مسیح وارد زندگی او شد و زندگی او رو دگرگون کرد. اگر مایل هستید که ببینید چطور زندگی این شخص عوض شد، در این برنامه با ما باشید. من توی خانواده به دنیا آمدم که بعد یه تولدم، چون پدرم نظامی بود، در منطقه جنگی ما رفتیم زندگی کردیم. تو منطقه خیلی جنگ زیاد بود، میگم که جنگ میشه در جنگ موقع اولش هم بود خیلی زیاد، یعنی تقریبا خاطرات جنگی تو ذهنم کامل هستش. بمباران ها زندگی کردن، حتی من یادم سینمات زیادی سنگرهایی که تو خونه هم بود زندگی میکردیم. اینا کلا خاطرات خیلی خوبی نبود، همیشه ترس بود، همیشه یه جور فرار کردن تو تنهایی بود، ایجاد زندگی توی جای تنها بود. اینا از اون بچگی تو ذهن من ضبط شد. گذراندیم، جنگ تموم شد، چند سال بعد جنگ پدرم تمام منطقه فوت شد. تقریبا 14 سالم بود پدرم فوت شد. واقعا یه ضربه بزرگی بود واسه من، چون که تنها کسی که من بزرگ بود باهاش مردم خونه باشاتم پدرم بود، با اینکه اکثر اوقات منطقه بود من نمیدیدمش، ولی خب بازم تقریبا یه قهرمان بود واسه من. فوت شد، مجبور شدم برگردم به تهران. برگشتم به تهران، تهران که برادرانم بودم اونجا زندگی می‌کرد. خب از اون محیط بسته من وارد یه محیط فوق‌العاده بازی شدم که اصلا هیچ تصوری تو ذهنم نمی‌کنید چجوری هست. این محیط کاملا متفاوت بود. وارد زندگی جدیدی شدیم که همون میگم کانه آزادی ها بود که من ندیده بودم. ایش میگم آزادی که حالا دیدن آماره آرزوهای من فرق کرد. یه زمانی درس خوندم بود، مثلا به جایی رسیدم، حالا تیپ‌های جدید زدم بود، قیافه‌های جدید زدم بود، با جایی که تا حالا نرفته بودم تجربه نکردم، رابطه‌ای که تجربه نکردم بود. این باعث شد دوستای جدید به من پیوندن که بعضی وقتا خیلی هم جالب نبود، خیلی کارهای دیگه می‌کردم، مثلا کارهای و شاید فیلم‌های عجیب غریب دیدن، یا کارهای در اندازه مصرف مواد مخدر یا مشروبات الکلی. تا اینکه با یک دوستی آشنا شدم که توی مهمونی‌ها و پارتی‌ها شرکت می‌کرد و می‌رقصید. اینم تقریبا من تونستم که دوستی داشته باشم، منم با اون بتونم توی مرکز شرکت کنم. ما جزو یه گروهی شدیم که توی یه جای جمع می‌شدیم، تمرین می‌کردیم، یه نفر میومد بهمون میگفت شما میتونید کجا برید که مهمونی‌ها هست، میتونید برقصید. این یه تقریبا یه مرکزی داشتیم اونجا، جمع می‌شدیم و می‌رفتیم تو مهمونی رو پخش می‌کرد، تو اون تمرین به ما میداد و پخش رو می‌کرد تو مهمونی شبانه. به همون صورت حتی ما استفاده می‌کرد برای پخش قرص‌های اکستازی و قرص‌های حالا روانگردان، چه چیزی بهش میگن. همون صورت ما به اون صورت اون مهمونی‌ها پخش می‌کردیم اونا. این باعث شد که کلا روابط ما از هم کامل دیگه، روابط ما به صورت کاملا از هم گسیخته باشه. من هر جور روابطی رو تجربه کردم داخل مهمونی، چون که ما اونجا تو مهمونی هم کار رقص داشتیم، تقریبا توجه مورد توجه همه هم بودیم، به راحتی هر کاری رو میتونستیم انجام بدیم و هر عملی رو میتونستیم انجام بدیم. انقدر ما زندگیمون توی این رفتارها، این تاریکی‌ها و این گناه‌ها بود که میگم حتی توی مسابقه رقصی بود که جایزش خانم بود، یه خانم بود جایزه اون بود، ما شرکت کردیم اونجا. یادمه که تو مسابقه شرکت کردیم و یادمه که اونجا نمیدونم چجور شده بود که مامورا آماره ما رو داشتن ریختن اونجا. و من یادم اون روز هم صحنه‌ای وحشتناکی ازاد خورد دیدم، همین که انقدر ترسیدم که یه مسافت خیلی زیادی رو دویدم برای فرار از این موضوع، که تمام دعا فقط به خدا التماس کردم که مینا منو نگیرن، فقط در میرفتم تو مسابقه مسیر گیرم. همون شد که من یه رقص تقریبا گذاشتم که نشه. خیلی ترسیده بودم، یه مدت زیادی از خونه بیرون نمیام، ترس داشتم، وحشت داشتم، تو خونه هم تو خودم رو کامل مخفی کرده بودم، هی با خودم لعنت می‌زدم چرا این کارو کردم، اینجا چرا اونجا شرکت کردم. اصلا وحشتناک بود، اصلا ترس تمام وجودم گرفت، یه تا خونه نمی‌خواستم برم بیرون، چهار تا شاید می‌خواستم برم چهار تا نون بگیرم، می‌ترسیدم که نکنه هنوز اینجا کسی منو خب بگیره.
میگم اون کامل برنامه شد که من رقص رو گذاشتم کنار، ولی خب توی خفا روی آوردم به مشروبات الکلی و همون قرصایی که مصرف میکردیم. تمام امکانات خونه و تمام حتی من نظر مالی هیچ مشکلی نداشتم، میتونستم میگم همین کارا رو میتونستم راحت انجام بدم، ولی خب با همه این کارهایی که انجام میدادم باز اون تنهاییم و اون حس آرامشم و اون افسردگی داخلم نمیتونستم پر کنم. این کلی از رفیقا دورم بودن، چون من همه چیز داشتم، حتی پولو خرج میکردم که اینا کنارم باشن، حتی من اینجوری پول خرج اینا کنارم باشن، باز هم اون حالت تنهایی و افسردگی که داخل عمقی وجود داره، اون تنهایی که حس میکردم، اون ترسی که از بچگی داشتم هنوز از اون از محیط اطراف، همین هنوز تو خودم داشتم، هیچ نمیتونستم کاری بکنم در موردش. وقتی اینا تموم میشد، وقتی اینا روز به آخر میشد، وقتی به اون حالتی میادیم خونه و همه چی میرفتن، باز اون حس به سراغم میومد، باز اون درگیری های ذهنی به سراغم میومد. ولی تقریبا نبود خانواده ضربه بزرگی بود واسه من، با اینکه میگم این همه کسایی دور هم بودن، ولی وقتی باز همه روز تموم میشد من خونه بودم، واقعا حس تنهایی میکردم، واقعا حس پوچی میکردم، بعضی وقتا به چیزای مرگ فکر میکردم، نمیترسیدم، میگم اگه ممکنه مرگ وجود بیاد بد نیست، شاید چیز جدیدی بشه، که من که همه چیزو تجربه کردم، آخر این که چیزی نیست، میتونم مرگم تجربه کنم. اون زمانی بود که خب بعضی وقتا من نمیشد مشروبات به راحتی گرفت تو ایران، بهش خیلی سخت میشه، یادم یکی خیلی سن یه وقت نیست نبود، هر جمعه در میزنه نمیشد، حتی بود اصلا نمتقلی بود. یادم یه روز ما داروخانه رفتیم یه الکلی گرفتیم که مخصوص بیمارستان بود، با دوستم خوردیم و تمامش خوردیم، الکلی شاید 90% الکل داشت، سوار موتور شدیم رفتیم توی خیابون، موتور کراس داشت رفتیم خیابون، یادم که هیچی دقیقا یادم نمیاد اون روز، خب تصادف خیلی شدیدی کردیم. برای همین زمان مادرم برگشت و نگران حال من بود، تو بیمارستان بودم، مادرم برگشت و تصمیم گرفت که یه جوری من از سر سامونه ازدواج کنه، که اونم بازم برخلاف اون که چیزی که اون میخواست من چیز دیگری رو میخواستم، ولی خب بالاخره به این تفاهم رسیدیم که من ازدواج کنم، ازدواج کردم. سال خب همیشه سال اول ازدواج همه چیز خوب بود، ولی خب خیلی سریع همه چیز بروکش میکنه، مثلا واسه من که تجربات زیادی داشتم در این چیزایی خیلی زیاد آزاد بودم، بعد باز برگشتم به اون دوران گذشتم. بعد تو همون دوران گذشته دچار یه مشکل اشتباهی شدم، یه کاری از من سر زد که واقعا دچار عذاب وجدان خیلی زیادی شدم در این مورد. عذاب وجدان داخل من باعث یه تردید، یه دونه شک، یه دونه بدبینی هم نسبت به خودم هم نسبت به همه ایجاد کرد، که باعث شد که من به همه بدبین بشم، حتی خانومم خیلی سخت بگیرم. اینا از این یک سال مشکلات پیش اومد، پولای من چند جا با شرکت نردن، چند نفر و دوستانم پولامو بردن نهی بردن، سریعا من اومدم پایین، خیلی بد اومدم پایین، که به صورتی شد که من ماشینم، مغازم، حتی بشه به وسایل خونه هم رسیدم فروختم دیگه، اصلا احساس پوچی میکرم، من تمام قدرتم پولام بود، یعنی تمام تکیم به اون بود، داشته همه چیزم از دست میرفت، پوچی خالص احساس میکردم، یعنی کامل رسیدم به زیر صفر، حتی اینقدر که نمیتونستم تو خیابون راه برم، تصمیم گرفتم منم مهاجرت کنم، چون که نمیتونستم تحمل کنم محیطی که من پول ندارم، یعنی قدرت نداشتم، یعنی هیچ بودم. و از یه جایی اومدیم به یه جای بدتر، جایی که من حداقل میتونستم که از اون رابطه گذاشتم روابط داشته باشم، به یه جایی اومدم که حتی روابط حرفی هم باهاش کسی نمیتونستم داشته باشم. این یعنی یه دونه چاله بزرگ واسه من که اصلا نمیتونم چجوری توش بوده دارم غرق میشم، اصلا اون روحیم واقعا افتضاح بود، اون غربت، اون حسی که هیچ کس من نمیشناخت، هیچ کس نمیتونه حرف بزنم، هیچ احساس قدرتی دیگه اصلا که نداشتم، هیچ احساس، همه ضعف بود برام، این وحشتناک بود برای من. این باز با همون خانم هم بود، اونم با هم اختلافاتمون بیشتر و بیشتر، من با اون روحیه عصبی، با اون روحیه تنفری، بعد اینجا باز همه چیز به هم خورد. مثلا میگم اون که مدت اولی که من اینجا بودم واقعا زندگی خیلی عذاب آور شده بود، تا اینکه کسی به مژده عیسی مسیح داد، خدا رو شکر، همون کسی که منو به عیسی مسیح، یعنی کتابش رو محمد دادم، که منو به کلیسا هم دعوت کرد. وارد کلیسا شدم، محیطش خب واسم جالب بود، فهم کرد و یواش یواش تونستم یه چیزای جدید میشنوم، مگه میشه آدم بعد دشمنش به تو دشمنی بخواد تو واسهش برکت بتره، یعنی چیزی امکان داره از هم وسط؟ من که تمام عمر داشتم میجنگیدم با همه، من کسی به من بد نگاه میکرد میدادم من نوچه هم میزدنش، ولی مگه میشه چه این چیزی؟ مگه میشه واسه کسی که بخواد تو رو اذیت کنه برکت بتره، مثلا داخل خود مثلا چیزی بسام نبود، ولی خب خدا رو شکر یواش یواش عیسی مسیح درون من کار کرد و من لمس شدم و قلام عیسی مسیح دادم.